جزئیات تازه از آتش سوزی در منزل فضل احمد معنوی در ولایت پنجشیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. اطلاعات روز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد. جزئیات تازه از آتش سوزی در منزل فضل احمد معنوی در ولایت پنجشیر. فضل احمد معنوی دشمنان انسانیت کتابخانه ام را آتش کشیدند. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین گفته است که دشمنان انسانیت کتابخانه ای را در روستای آباییش در ولسوالی رخه پنجشیر به آتش کشیده اند. آقای در توییتر نوشته است که در این کتابخانه با ارزشترین کتابهای دینی، تاریخی، عرفانی و ادبی بود که شماری از آنها چند قرن قدامت داشت. او نوشته است دشمنی با علم و تمدن سرشت این دشمن نامرد است. معنوی از فرد یا گروهی به صورت مشخص نام نبرده است، اما به نظر می رسد هدف او طالبان باشد، زیرا طالبان در حال حاضر در تمامی بخش های پنجشیر حضور دارند و خانه های شخصی معنوی را نیز پایگاه نظامی ساخته اند. فضل احمد معنوی در ادامه نوشته است همه افغانستان خانه ماست که متاسفانه ارزش های مادی و معنوی آن در حال سوختن است. یک کتابخانه بزرگ در پنجشیر از اثر بی احتیاطی طالبان آتش گرفت. صبح امروز جمعه 23 جدی گزارش شد که منزل شخص فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین در پی بی احتیاطی طالبان آتش گرفت و یک کتابخانه بزرگ کاملا حریق شد. منابع بر روزنامه اطلاعات روز گفتند که این خانه در روستای پیاوشت ولسوالی رخه در چهار طبقه ساخته شده بود و در طبقه چهارم آن یک کتابخانه بزرگ با ظرفیت حدود 5000 جلد کتاب وجود داشت و گفته منابع در خانه آقای معنوی یک کندک نظامی طالبان که بیشترشان از ولایت هلمند هستند جا به جا شده اند. منابع افزوده اند که این خانه صبح امروز در بی احتیاطی نیروهای طالبان آتش گرفته است. هرچند مسئولان محلی طالبان در پنجشیر علت آتش گرفتن این خانه و کتابخانه را شارتی برق عنوان می کنند. اما باشندگان محل می گویند که در این روستا برق شهری وجود ندارد و مردم بیشتر از برق آفتابی و برق بندهای کوچک آبی استفاده می کنند. این در حالی هست که بیشتر قرارگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی طالبان در پنجشیر در خانه‌های شخصی مردم مستقر شده است و گفته منابع محلی حتی اگر این خانه‌ها از حضور طالبان خالی هم شود دیگر قابل استفاده نخواهد بود. با تشکر که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، خداوند یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.